بسم الله الرحمن الرحیم. بلکچر ویدیویی کیمیای عضوی خوش آمدید. تدریس کننده پوهنیار محمد طاهر امینزی. موضوع این لکچر ویدیویی تعاملات جمعی الکین ها یا addition reactions of alkynes می باشد. تعامل جمعی. تعامل جمعی عبارت از تعاملی بوده که در آن دو و یا چندین مواد تعامل کننده با هم یک جا شده و در نتیجه بدون از دست دادن کدام اتم محصول ساخته می شود. این نوع تعاملات بیشتر در مرکبات صورت می گیرد که دارای رابطه دوگانه و یا سیگانه باشد، یعنی رابطه پای داشته باشد، و در نتیجه الکانهای مربوطه از آن ساخته می شود. در اینجا چهار تعامل جمعی بسیار مهم الکانها برای شما توضیح داده می شود که عبارتند از تعامل هلوجنیشن، تعامل هیدروجنیشن، تعامل هیدروهلوجنیشن، تعامل هیدریشن می باشد. این تعاملات مشابه به تعاملات الکین ها بوده، با فرق این که در الکین ها دو رابطه پای می باشد، یعنی این تعاملات در دو مرحله صورت می گیرد. اولین تعامل عبارت از تعامل هلوجنیشن می باشد. تعامل هلوجنیشن الکین ها عبارت از تعامل جمعی الکین ها با هلوجن ها بوده که در مرحله اول ترانس الکین و در مرحله دوم از آن تترا هلو الکان مربوطه ساخته می شود. یعنی در مرحله اول اولین رابطه پای می شکند و دو اتم هلوجن بالای الکین نصب می شود و از آن چی ساخته می شود؟ ترانس الکین ساخته می شود. ترانس الکین یعنی یک هلوجن از بالا و یک هلوجن از پایین نصب می شود و در مرحله دوم دو اتم دیگری از هلوجن بالای الکین نصب می شود، ترانس الکین، و از آن تترا هلو الکان ساخته می شود. مرحله دوم زمانی صورت می گیرد که مقدار هلوجن بیشتر در تعامل استفاده شده باشد. در تعامل هلوجنیشن بیشتر کلورین و برومین استفاده میگرده و از آیدین و فلورین ندرتن استفاده میگرده. این موضوع در تعامل هلوجنیشن الکین با شما توضیح داده شد که آیدین به خاطر غیر فعال بودنش و فلورین به خاطر زیاد فعال بودنش در تعاملات هلوجنیشن استفاده نمیگرده. در تعامل هلوجنیشن الکین ها از کاربون تتراکلوراید به حیث محلل استفاده میگرده. به طور مثال شما در اینجا میبینید یک الکین است، یک مول از کلورین، مولکول کلورین بالای رابطه پای نصب می شود و از آن ترانس الکین ساخته می شود. ترانس یک اتم کلورین از بالا و یک اتم کلورین از پایین نصب می شود. و در مرحله دوم در صورتی که مقدار کلورین بیشتر باشد، یک مولکول دیگر از کلورین بالای ترانس الکین نصب می شود و از آن تترا هلو الکان ساخته می شود. حالا میبینید که میخانیکت این تعامل چگونه میباشد و چگونه از آن در دو مرحله ما میتونیم تترا هلو الکان را بسازیم. هلوجنیشن الکین ها میخانیکتش مشابه به هلوجنیشن الکین ها بوده، با فرق این که در الکین ها دو رابطه پای میباشد، یعنی تعامل در دو مرحله صورت میگیرد زمانی که هلوجن ها به مقدار اضافی در تعامل استفاده شده باشد. تعامل عمومی آن را اگر نوشته کنیم، X2 یعنی می شود که برومین باشد، آیودین باشد، کلورین باشد. در موجودات کاربون تتراکلوراید این تعامل صورت می گیرد و در مرحله اول یک مولکول هلوجن نصب می شود. زمانی که مقدار هلوجن بیشتر باشد، در مرحله دوم مولکول دیگر نصب می شود و از آن تترا هلو الکان ساخته می شود. تترا هلو الکان ساخته می شود. حالا می بینیم که با کدام میخانیکت این تعامل صورت باید بگیرد. مثال اگر ما یک اسیتلین دای الکل اسیتلین در نظر بگیریم همراه با برومین، در اینجا باز زمانی که به برومین یک نیکلوفیل نزدیک شود
الکترون هایش فرار میکند، ای به حیث قسمت چارج مثبت و ای قسمت منفی، و ای رابطه بالای ای برومین نصب میشد که دارای قسمت چارج مثبت است و ای برومین دیگه از پیشش جدا میشد. در امی اسنا که ای بالایش برومین نصب میشد، بالای ای برومین دوباره بالای کربنی که چارج مثبت اختیار میکند نصب میشد. پس در اینجا ساخته میشود R C دو رابطه به R و در اینجا برومین نصب است با چارج چی؟ مثبت. بعد از این برومایدی که از اینجا جدا شده از پایین بالای کربن حمله میکند یا از جهت مخالف برومین اولی حمله میکند. پس اینجا میبینید که برومین اولی از بالا نصب است و این باید از طرف پایین نصب شود. قبلا هم گفتیم این باید انتی ادیشن باشد. چه باشد؟ انتی ادیشن باشد. و محصولی که در اینجا ساخته می شود R C دو رابطه به R اینجا BR در اینجا هم BR. پس انتی هلو الکین ساخته می شود، دای هلو الکین ساخته شد. در مرحله دوم زمانی که مقدار برومین بیشتر باشد، برومین دومی میه بالای رابطه چی می شود؟ نصب می شود و این رابطه میشکند و این زمانی که نصب می شود این بالای کربنی نصب می شود که چارج مثبت را می گیرد. پس در اینجا ساخته می شود که C رابطه با C باز بی آر و اینجا بی آر است، در اینجا آر، در اینجا هم بی آر و اینجا آر و این هم میشه چارج مثبت. بروماید که در این مرحله جدا شده از پایین بالایش حمله میکند و این رابطه میشکند. از در اینجا ساخته می شود C B R R B R C B R R B R، یعنی دو دو سه سه تترا برومو برومو الکان ساخته می شود یا ایشی نیاز نیست، تیترا برومو الکین ساخته می شود. این میخانیکت هلوجنیشن الکوین ها می باشد که در دو مرحله صورت می گیرد و انتی ادیشن میخانیکتش می باشد. تعامل دوم جمعی الکوین ها عبارت از تعامل هیدروجنیشن می باشد. تعامل هیدروجنیشن الکوین ها عبارت از تعامل جمعی الکوین ها با هیدروژن بوده که در مرحله اول در نتیجه نصب شدن دو اتم هیدروژن بالای رابطه سگانه الکین ساخته می شود و در مرحله دوم دو اتم هیدروژن دیگری بالای رابطه دوگانه نصب شده و در نتیجه الکان ها ساخته می شود. تعامل هیدروجنیشن بدون استفاده کتلیس ها صورت نمی گیرد و کتلیس های مورد استفاده شده در این تعامل نیکل، پلاتینیم، پلاتینیم و غیره می باشد. میخانیکت آن عین میخانیکت هیدروجنیشن الکین ها بوده، با فرق این که در اینجا نیز مانند تعامل هلوجنیشن دو رابطه پای می باشد. در مرحله اول یک رابطه پای میشکند و یک مولکول هیدروژن بالایش نصب میشود و در مرحله دوم مولکول دیگری از هیدروژن بالای الکین نصب میشود و از آن الکان مربوطه ساخته میشود. در اینجا باز استفاده از کتلیس ضروری میباشد به خاطر که هیدروژن و الکان بالای سطح کتلیس نصب میشود و بعدا تعامل صورت میگیرد. حالا میبینیم که
تعامل هایدروجنیشن الکاین ها با کدام میخانیکت صورت میگیرد؟ میخانیکت هایدروجنیشن الکاین ها نیز مشابه به میخانیکت هایدروجنیشن الکین ها بوده، یعنی از سطح کتلس های مانند نیکل پلاتینیم و پلاتینیم استفاده شده، هایدروجن اول جذب می شود، الکاین رابطه پایش میشکند، به الکین تبدیل می شود، در مرحله دوم باز الکین نصب می شود و از او الکان مربوطه ساخته می شود. به طور مثال اگر ما نوشته کنیم که CH3 رابطه با CH3 جمع دو مولکول هیدروژن در موجودت پلاتینیم از این باید ساخته شود که CH2CH2CH3، یعنی از دو بیوتین ساخته می شود بیوتان. میخانیکتش مشابه به مو است، یعنی در مرحله اول یک کتلس نیکل بالایش هیدروژن جذب می شود و از ای ساخته می شود، به این شکل هیدروژن نصب شد، یم از پلاتین در مرحله دیگه بالای ای اسیتلین قرار می گیرد، یعنی رابطه سیگانیش که هست CH3 را آر می گیریم، مثلا ای را هم آر می گیریم، اینجا بالای ای نصب می شود. پس ای که نصب شد، اینجا خو هیدروژن بود، در اینجا نصب می شود سی دو رابطه با سی و اینجا هم هیدروژن است و بالایش آر آر است. صحیح شد. در این مرحله یکی از این رابط میشکند، این را نصب میکند، مرحله دیگه در عین جای نوشته میکنیم، دیگه مرحلهش باز این میشکند، این نصب میشود و این خوب معلوم دار است که کتلست ما پلاتین است. پس در اینجا ساخته میشود که پلاتینیم همراه با CHR دو رابطه با CHR، یعنی الکین ساخته می شود. در مرحله دوم هیدروژن دیگه بالای پلاتین نصب می شود و از اینجا اگر ما نوشته کنیم، اینجا باز چی نصب شد؟ هیدروژن نصب شد. و در اینجا که الکینی که ساخته شده CH، اینجا هم R دو رابطه با CHR، ای میه بالای ای سطح کتلست نصب میشود، کتلست پلاتین. در یک مرحله یکی از روابط میشکند و این طرف کتلیست میره، در مرحله دیگیش و این هیدروژن بالای خود نصب میکند و در آخر محصول ساخته میشود که عبارت از چی هسته؟ عبارت از RCH2CH2R، یعنی الکان ساخته میشود. این میخانیکت هیدروژنیشن الکاین ها میباشد که در دو مرحله صورت میگیرد. سیومین تعامل الکاین ها عبارت از تعامل هیدرو هلوجنیشن می باشد. هیدرو هلوجنیشن عبارت از تعامل جمعی الکتروفیلی هیدروژن هلاید با الکاین ها بوده که در نتیجه آن در مرحله اول الکینایل هلاید و در مرحله دوم جیمینل دای هلاید ساخته می شود. منظور از جیمینل دای هلاید این است که هر دو هلوجن، چون در اینجا دو مول هیدروژن هلاید استفاده می شود، یعنی دو اتم هلوژن است، پس هر دو هلوژن بالای عین کربن نصب می شود، چون به اساس قاعده مارکوف نیکوف این تعامل صورت بگیرد.
به طور مثال شما در اینجا میبینین که الکاین است زمانی که یک مول هیدروژن هالوید بالایش نصب شود به اساس قاعده مارکوف نیکوف هیدروژن بالای ای کربن نصب می شود و اینجا کربوکاتیون است بعدن کلورین بالای ای کربن نصب می شود و الکینایل کلوراید یا وینایل کلوراید ساخته می شود. در مرحله دوم با استفاده از مقدار اضافی هیدروژن کلوراید یک مول دیگر از هیدروژن کلوراید بالای الکینایل کلوراید نصب می شود، باز به اساس قاعده مارکوف نیکوف هیدروژن بالای کربن نصب می شود که بیشترین هیدروژن دارد، پس در اینجا بالای ای کربن نصب می شود و ای کربوکاتیون می شود و کلوراید بالای ای کربن نصب می شود و از آن جیمینل دای کلوراید یعنی هر دو کلورین که بالای عین کربن نصب باشد ساخته می شود. میخانیکت این تعامل را حالا می بینیم که چگونه میخانیکت را دارا می باشد. حالا میبینیم که هایدرو هالوجنیشن الکاین ها با کدام میخانیکت صورت بگیرد. قبل از او باید تعامل عمومی شناشته کنیم، مثلا دو بیوتین همراه با HX تعامل میکند در مرحله اول و از ای باید ساخته شود دو X. اینجا روزی نوشته کنم X دو هلو الکین ساخته می شود زمانی که امرایش مولکول دیگری از هیدروژن هالوید تعامل بکند و از ای در نتیجه جیمینل دای هلو الکان ساخته می شود، یعنی اینجا هم اکس در اینجا هم اکس ساخته می شود. میخانیکتش مشابه و میخانیکت الکین هاست، یعنی در مرحله اول مثلا اگر ما مثال دیگرش بگیریم اسیتلین اچ سی سه رابطه با H همراه با H بی آر اگر مثالش بگیریم در اینجا رابطه پای بالای ای پروتون حمله میکند و ای رابطه میشکند بروماید ساخته میشود، پس محصولش نوشته کده میتونیم که H C H دو رابطه با C رابطه با H و اینجا هم چارج مثبت. در مرحله بعدی برومایده بروماید که از او جدا شده بود بالای کربوکاتیون نصب می شود و اینجا که این نصب شد محصول تعامل ساخته می شود که عبارت از است H C H رابطه با C H و اینجا هم برومید. در مرحله بعدی زمانی که هیدروژن هالوید بیشتر استفاده شده باشد باز الکین همراهش تعامل میکند، در اینجا زمانی که حمله میکند رابطه پای بالای هیدروژن نصب میشود این رابطه هم میشکند و اینجا به اساس قاعده مارکوف نیکوف هیدروژن بالای کربن نصب میشود که دارای بیشترین هیدروژن باشد، اینجا این دو هیدروژن دارد و این یک بالای این کربن باید چه شود؟ نصب شود. پس نوشته که میتونین H C H H C H B R و ای هم چارج مثبت. در مرحله آخر برومایت می رود بالای کربوکاتیون نصب می شود و محصول جیمینل دای هلو الکان از ای باید ساخته شود. این به نام جیمینل دای هلو الکان یا دو دو نامش را نوشته کنیم میشه دو دو دای برومو دای برومو ایتن ساخته میشه. چهارمین و آخرین تعامل جمعی الکاین ها عبارت از تعامل هیدریشن می باشد. الکاین ها با آب در محیط اسیدی و موجودیت کتلیس در دو مرحله تعامل می نماید که در مرحله اول اینول ساخته می شود
در مرحله دوم اینول در نتیجه یک نوع ایزومیری خاص به نام تاوتومیرایزیشن یا تاوتومیری به الدهاید و یا کیتون تبدیل می گردد. در مرحله اول اینول ساخته می شد. اینول از نامش معلوم است، یعنی این از الکین گرفته شده و اول از الکول، یعنی کربنی که بالایش رابطه دوگانه است، بالایش یک گروپی OH نیز موجود می باشد. از این خاطر را به نام اینول یاد می کند. اینول در اثر موجودت تیزاب چون محیط اسیدی است دوباره ایزومیری انجام می دهد، یعنی تاوتومیر می شود، تاوتومیرایزیشن، عملی تاوتومیرایزیشن را انجام می دهد و او به الدهاید و یا کیتون تبدیل می گردد. تعامل هیدریشن در موجودت تیزاب قوی مانند سلفوریک اسید و کاتالیست مرکیوریک سلفیت صورت می گیرد. در اینجا شما می بینید که الکاین است زمانی که هیدریشن می شود در موجودت سلفوریک اسید و مرکیوریک سلفیت، ای تبدیل می شود به اینول یا وینایل الکول یا ایتینول، و یا هم ایره اگر فامیلش نام بگیرین فقط میگن اینول. اینول در اثر موجودت محیط اسیدی ای پروتونیشن می شود و یک نوع ایزومیری را انجام می دهد و در نتیجه ای تبدیل می شود یا به الدهاید و یا هم به کیتون. در اینجا شما میبینین به این کربنی که هم رابطه پای است و هم گروپ OH است یک هیدروژن نصب است. از این خاطر بعد از عملیه تاوتومرایزیشن از ای الدهاید ساخته شده، یعنی ایتانل ساخته شده، اسید الدهاید. هرگاه به جای اینمی هیدروژن یک گروپ الکایل باشد، در نتیجه از ای اینول در اثر تاوتومیری کیتون ساخته میشه. میبینیم که میخانیکت ای تعامل چگونه است، یعنی چگونه اینول ساخته میشد و باز چگونه اینول به الدهاید و یا کیتون تبدیل میگردد. حالا میبینیم که میخانیکت هیدریشن الکان ها چگونه صورت میگیرد. میخانیکت هیدریشن همیشه در موجودت یک تیزاب قوی مانند سلفوریک اسید و یک کاتالیست مانند مرکیوریک سلفیت صورت میگیرد. به طور مثال یک الکاین در موجودت سلفوریک اسید هیدریشن میشود و مرکیوریک سلفیت هم موجود باشد، از ای ساخته می شود CH دو رابطه به COHR، یعنی اینول ساخته می شود. ایره میگن اینول. وینول دوباره تاوتومیریز می شود، یعنی عملیه تاوتومیرایزیشن را انجام می دهد و از ای یک کیتون ساخته می شود. یک کیتون یعنی تاوتومیرایزیشن می شود. از ای باید ساخته شود CH رابطه به C دو رابطه به O رابطه به R، یک کیتون ساخته می شود. چگونه ای تعامل صورت می گیرد؟ میخانیکتش چه رقم از داره؟ می بینیم در مرحله اول RCRHOSO3H پروتونیشن می شود، یعنی این رابطه بین هیدروژن و اکسیژن می شکند و این رابطه دوگانه سگانه بالای پروتون حمله می کند و بالای خود نصبش می کند و محصول تعامل ساخته می شود که RCH دو رابطه با C و اینجا هم R و ای شد کاربو کاتیون. در دیگه مرحله مولکول آب یعنی H2O بالای کاربو کاتیون حمله می کند و یعنی جوره الکترونش که داره بالایش نصب می شود. نوشته کده می تانیم که RCH دو رابطه با C R و اینجا شوه O H H و اینجا یه چارجش مثبت.
در مرحله بعدی بایسلفیت که چارج منفی دارد پروتون میگیرد و الکترون ها طرف اکسیژن می آید و از ای ساخته می شود یک اینول یا وینایل الکول ساخته می شود، الکینایل الکول ساخته می شود. یا وازی برش نوشته میکنیم اینجا که اینجا ساخته شد اینول. اینول از نامش مانوس این از الکین گرفته شده و اول از الکول، یعنی اینول. اینول ساخته می شود. در این مرحله عملیه توتمیرایزیشن صورت میگیرد. عملیه توتمیرایزیشن عملیه را میگوید که در آن یک الکول اینول تبدیل می شود به الدهاید و یا کیتون. الدهاید و کیتون فرقش در این است هرگاه به این کربنی که او اچ نصب است، اگر هیدروژن باشد از او الدهاید ساخته می شود، اگر یک گروپ الکل باشد کیتون ساخته می شود، به خاطر که این اکسیژن اینجا رابطه دوگانه می سازد و این می شود معویزه کربن. پس در اینجا عملیه توتمیرایزیشن در موجودیت پروتون صورت می گیرد. توتمیرایز می شود. در موجودیت پروتون باز این رابطه دوگانه بالای پروتون حمله میکند، بالای خود نصب میکند و بالای کربن نصب میکند که بیشترین هیدروژن داشته باشه، یعنی اینجا. پس در اینجا ساخته میشود RCHH رابطه یگانه میشود و این میشود OH R چارشم مثبت. در اینجا ای اکسیژنی که جور الکترون آزاد دارد به کربن میدهد و یعنی کاربوکاتیون دوباره به کربن خونسا تبدیل می کند و از اینجا ساخته می شود RCH2 رابطه به C دو رابطه به OH مثبت و اینجا ای هم داره R به این شکل. در اینجا باز امو مولکول آب که یا بایسلفیتی که موجود بود در تعامل دوباره می آید و ای هیدروژن از ای جدا میکنه. اینجا شما نوشته کرده میتونین OSH منفی، چون در اینجا تیزاب استفاده کرده، ای می پروتون میگیرد و ای رابطه به طرف اکسیژن میره و محصول تعامل ما واضح نوشته کرده میتونیم که RCH2C دو رابطه به O رابطه به R. ای بارت از چی هسته؟ کیتون ساخته شد. این بود تعامل هیدریشن و همچنان تعامل توتمیرایزیشن که در نتیجه چی ساخته شد؟ یک کیتون ساخته شد. مثال دیگه اگر ما کار کنیم، مثلا اگر الدهاید ساخته شود به طور مثال HCCH همراه با هیدریشن شود در موجودیت تیزاب، این رابطه میشکند، بالای خود پروتون نصب میکند و ساخته میشود که HC دو رابطه به C رابطه به H و اینجا هم H، اینجا شد کاربوکاتیون. دوباره در این مرحله مولکول آب می آید حمله می کند بالای این کاربوکاتیون و می سازد HC دو رابطه به C رابطه به O H H و اینجا هم هیدروژن است، در اینجا هم هیدروژن است. اینجا ایره چارشی شد، مثبت شد. در مرحله بعدی تیزاب که استفاده کردین قلویش یا انیونش می آید، ای هیدروژن هم می گیرد، مثلا بیس می آید، ای پروتون هم می گیرد و ای رابطه به طرف اکسیژن می آید. پس نوشته کرده می تانیم CH2C دو رابطه به C و اینجا شد OH
H یعنی چی ساخته شد؟ اینول ساخته شد. در این مرحله عملیه تاوتومیرایزیشن صورت میگیرد. تاوتومیرایزیشن و این رابطه بالای پروتون حمله میکند، بالای کدام کربن نصب میشه؟ بالای این کربن. پس نوشته کده میتونیم که CH3 رابطه با CHOH و ایره هم چارجش شد، مثبت شد. در این مرحله اکسیژن جوریتون خود به کربن میدهد و ساخته میشود CH3 C این میشود OH مثبت و اینجا هیدروژن. شما در تعاملی که بایسلفیت استفاده کرده بودین، سلفوریک اسید اگر به حیث تیزاب باشه بایسلفیت میآید، پروتون میگیرد و ای دوباره به خونسا تبدیل میشود و از اینجا نوشته کده میتونیم که CH3 رابطه با C دو رابطه با O رابطه با H. در اینجا شما واضح میبینین که چی ساخته شد؟ الدیهاید ساخته شد، چون COH الدیهاید گروپش چی هستن؟ گروپ الدیهایدی میباشد. Thank you.